شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با آقای دکتر علی نیری گفتگو داشته باشم، اجازه بدید که یه مختصری اشاره کنم به دو گفتگویی که در طی دو هفته گذشته بود. البته این سخنان رو بنده قبلا هم داشتم. بحث در این چارچوب بود که آگاهی و شناخت ما در سه سیستم معمولا دیده میشه: سیستم علمی، فلسفی و مذهبی. البته خرد سیستم هایی مثل عرفانی هم در این میان هستن، ولی بیشتر واقعا بار مذهبی دارن که به شکل فلسفی خودشون رو نشون میدن. و این مطلب رو عرض کردم که موضوع مربوط به خدا، به گونه ای که مردم تصویر و تصوری از اون رو در گفتگوهای خود دارن، چون تعریفی نداره بلکه فقط شرحی است که مردم در این باره دادند و میدهند، موضوعی است که گفتگوی فلسفی است، ولی در فلسفه اولا یا در فلسفه الهی یا در موضوعهای مذهبی مطرحه. و بنابراین وقتی که دوستان در چارچوب علمی میخوان بحث خدا رو داشته باشن، با توجه به تعریفی که از علم داریم و نظری که راجع به خدا داریم، اینها با هم همخوانی ندارن. و به همین جهت است که دنیای علم خودش رو در چارچوب علمی خودش محدود میکنه و حتی وارد حریم فلسفی نمیشه. و فلسفه گرچه وارد حریم مذهب میشه و یا به هر حال مبتنی بر علم و عقل و منطق و واقعیتی است که از علم میگیره، اما منطبق بر علم هست ولی علم نیست. بنابراین جهانبینی فلسفی به هر حال حریمی و راهی به مباحث مذهبی داره، به ویژه اگر فلسفه رو به معنی خاص متافیزیک بگیریم که در حقیقت فلسفه اولا یا فلسفه الهی است که از آن مذاهبه. اما مذاهب برخی از اوقات پا برهنه با کفش به یک باره وارد حریم فلسفی که تا حدودی قابل توضیحه، ولی وارد حریم علمی میشن. و اینجاست که برخی از اوقات وقتی مطلبی در علم دگرگون میشه، مردم چون مذهب خودش رو در چارچوب علمی آورده، به یک باره با ناباورهای مذهبی همراه میشه. مثلا روزی که شما آمدید و گفتید جهان 6000 ساله است و آغاز خلقت هم این گونه بوده، وقتی که دنیای علم اون رو کاملا رد و نفی میکنه، اون وقت شما فکر میکنید خدا رو رد و نفی میکنید، در حالی که یه باور و یه اعتقاد به نظر من خیلی کودکانه کنار گذاشته شده. مخصوصا این اتفاق در قرن 19 هم با کارهای فروید از یه طرف، مارکس از جانب دیگه و داروین از سمت و سوی دیگه، و مثلا دترمینیسم آماری که جای دترمینیسم لاپلاسی رو میگیره، و بعدا در اوایل قرن 20 که مسئله تئوری نسبیت در مقابل جهان نیوتونی واقع میشه، سبب میشه که حتی یه جنبش ضد دین و مذهب ستیزی از 1870 تا 1914 قبل از جنگ جهانی اول رو ما در علوم اجتماعی انسانی به صورتی باور نکردنی داشته باشیم که بعد از اون البته فروکش میکنه. همه اینا رو به این دلیل عرض میکنم که بحث در این باره بود که موضوعهای علمی رو در چارچوب علم و فلسفی و مذهبی رو باید در حریم خودش داشت، و گفتگو درباره این که مسائل مربوط به خلقت به یک باره مباحثی هستن که جا رو برای اثبات یا رد خدا فراهم میکنن نیست. و دو شنونده خوب و عزیزی هم که روی خط آمدن گفتگوی تو این زمینه داشتن. بنده اشاره به این نکته کردم که فعلا تئوری بیگ بنگ بیشترین طرفدار رو داره یا مطرح، گرچه تئوری های دیگری هست. به این نکته اشاره کردم که کوانتوم فیزیک اصولا در حالی که کاربرد عملی داره، همه جا درست بودنش تایید و تصویب شده، ولی با برداشت‌های عادی و معمولی من و شما سازگاری نداره و ازش به هیچ وجه نمیشه اثبات خدا رو یا رد خدا رو در آورد. و دوستانی که با تغییر لغات مانند آفرینش و آفریدگار و پروردگار و آمرزگار و خداوند و اینا، رب و عرض کنم گاد و اینا فکر میکنن میشه موضوع رو عوض کرد، مادام که مردم یه برداشتی از علت غایی و نهایی یا علت العلل دارن یا آنچه که خالق است و جهان رو خلق کرده، خیلی فرقی نمی کنه. و امیدوارم درگیر یه مقدار لفظ در این زمینه نباشیم، برای که مسائل علمی، فلسفی، مذهبی از نظر کسانی که آشنا و آگاه هستن یه تفکیکی داره. اینا خلاصه مطلبی بود که عرض کردم. اما چیزی که بنده برای خودم کمی درد سر درست کردم، که از این بابت بسیار خوشحالم چون بهانه‌ای بود برای که آقای دکتر علی نیری که استاد فیزیک همکنون دانشگاه UC ایرواین هستن و علی هم در دانشگاه MIT هم در دانشگاه هاروارد کار کردند و از اونجا به هر حال کار تحصیل و تدریس رو داشتن، روی خط هستن. اینجا گرفتاری بود که من با توجه به صحبت ایشون و مطلبی که خوانده بودم، بحث این بود که در
با توجه به کوانتوم فیزیک و اصولا نظریاتی که در این زمینه هست، ماجرای اون نگاه فلسفی قبلی که از هیچ چیز به وجود نمیاد، پس هر چیزی باید علت به هر حال شیعی یا قائی داشته باشه، که حالا اون گفتگوی دیگری هست، به مقدار زیادی زیر سوال رفته. و اینجا بود که شنونده عزیزی دو سه روز قبل پرسیدند و بعد قول دادم که در این باره کمی مطالعه میکنم، ولی فکر کردم چرا من زحمت مطالعه به خودم بدم وقتی که کتابخانه‌ای رو در این زمینه داره. این است که آقای دکتر علی نیری فیزیکدان رو روی خط دارم. اجازه بدید که با تشکر از اینکه روی خط آمدن و فرصت دادن باشون صحبت کنم، عرایز بنده رو شنیدن، شاید هم مطالب قبلی من رو یا شنیده باشن یا در هولاکوی آرکایز هم اون رو بعدن بهش توجهی فرموده باشن. اگر مطلبی هست با توجه به عرایز من، مخصوصا به ویژه اگر عرایز من هم یا غلط هست یا ناقص، خوشحال میشم که غلطش رو تصحیح کنید و ناقصش رو هم تکمیل، که از این وقت خاطر من آسوده باشه شنوندگان آنچه درست هست رو شنیدن. روزتون بخیر آقای دکتر نیری. سلام عرض میکنم آقای دکتر، ممنونم از فرصتی که به من دادین. آقای دکتر شما دیگه همه چی رو گفتین، من اگه اجازه بدین خداحافظی کنم ازتون. من ببینید وقتی که قرار هست بد جنس باشم این گونه هست دیگه. تو این زمینه اصلا دوستان شکی ندارن، شما هم که بهش اشاره فرمودید. نخیر، من مطمئن هستم که اینقدر ناقص و غلط بود و ضمناً اگه چیزی هم عرض کردم از شما یاد گرفتم. مسئولیتش با شماست. بسیار واقعا ممنونم از این فرصتی که دادید که در خدمت شما و شنونده‌های پرافاورس برنامه‌تون باشم، که میدونم احتمالاً الان از شنیدن صدای من خیلی عصبانیان و دوستان صدای شما و راهنمایی‌های شما رو برای مسائل روانشناختی و جامعه شناختی و خانوادگیشون بشنم. بسیار از همگیشون عذر میخوام و در این مورد حتما شما رو مقصر بدونن نه من رو. به هر صورت همونطور که به درستی گفتین آقای دکتر، به نظر من باید خیلی مشخصاً مرز دین و فلسفه و علم رو مشخص کرد. به هر صورت علم درست است که ما بعضی وقت حتی خود فیزیکدان ها در بسیاری موارد شاید وقتی به طور روزمره میخوان در مورد کارشون صحبت بکنن به این شکل به نظر برسه که به دنبال پاسخ به چرایی ها هستن، ولی در واقع در علم فیزیک که در سابقه بر این، یعنی تا زمانی که نیوتن بزرگ در واقع میاد و یک فرمول بندی ریاضی از فیزیک ارائه میکنه، در تمام جاها به عنوان فلسفه طبیعی ازش شناخته میشه. فیزیک چیزی به غیر از فلسفه طبیعی نبود، در قبال همون متافیزیکی که شما خودتون به زیبایی بیان کردید. بنابراین در فیزیک که همون فلسفه طبیعی باشه، ما کارمون جواب دادن به چگونگی سازوکارهایی هستش که داره در طبیعت اتفاق میفته، نه در مورد چرایی ها. چرایی ها بیشتر مسائل فلسفی رو در بر میگیره. من دکتر عزیز، چون فقط بسیار مهمه، خیلی تاکید مهمه که علم یا فیزیک درباره چه و چگونه است و نه چرا، ولی یه فیزیکدان به عنوان یه انسان که موجود فلسفی و حتی به یک اعتبار میتونه مذهبی باشه، اون سوال رو برای خودش داره و نباید علم رو با عالم، پزشک رو با پزشکی مخلوط کرد. و متاسفانه این سوء تفاهم پیدا میشه. بنده میتونم فیزیکدان باشم، نظریه فلسفی یا مذهبی یا اعتقادی خاصی داشته باشم، ولی این معناش نیست که این فیزیک است که همچین نظری داره. دقیقاً آقای دکتر، من اگه اجازه بدید یک مثال بسیار واضح برای همیهنانمون بزنم، چون این به وضوح، من خوشحالم که شما این مسئله رو گفتید، به وضوح تفاوت این دو مسئله رو نشون میده. ما میدونید که در تاریخ جایزه نوبل فیزیک فقط یک فیزیکدان مسلمان پاکستانی داشتیم، محمد عبدالسلام، که در سال 1979 جایزه نوبل فیزیک رو بردن به اتفاق دو نفر آمریکایی. آقای محمد عبدالسلام، استاد محمد عبدالسلام، تا آخرین لحظه‌ای که زنده بودن، حتی من ایشون مدیر یک مرکز تحقیقات فیزیک، مرکز بین‌المللی فیزیک نظری در ایتالیا بودن و من آخرین باری هم که در موقع به عنوان یک دانشجو در اونجا بودم و اتاق کارشون رو دیدم، بغل اتاق کارشون ایشون نمازخونه داشت و ایشون همونطور که گفتم جایزه نوبلش رو با دو نفر آمریکایی دیگه تقسیم کرده بود. یکی از اون آمریکایی‌ها آقای استیون
واینبرگ هست، فیزیکدان بسیار معروفی که برای من همیشه به عنوان یک قهرمان بوده و